هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، تعدادی از آیین‌نامه‌های قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و تصویب کرد. بر اساس یکی از آیین‌نامه‌های یاد شده، خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تولید خارج از کشور الزاماً باید با احراز نداشتن مشابه داخلی صورت گیرد. هیئت دولت همچنین از مجلس خواست بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را از سر بگیرد. این لایحه خواهان احیای وزارت بازرگانی از طریق تفکیک برخی وظایف وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی بود که در مجلس به دلیل مغایرت با اصل کوچکسازی دولت رد شده بود. اما در حاشیه جلسه برخی وزرا به میان خبرنگاران آمدند. صحبت‌های آقای پمپئو اونقدر بی حساب و کتاب و خارج از نزاکت و بدون منطق بود که ارزش پاسخگویی نداره. وزیر امور خارجه در سخنانی اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا را نشانه ورشکستگی سیاست خارجی این کشور دانست و تصریح کرد پمپئو و سایر مسئولان دولت آمریکا نه تنها زندانی توهمات غلط خود، بلکه زندانی گذشته و گروه‌های فشار فاسدی هستند که هر روز کوس رسوایی یکی از آنها در افکار عمومی جهانی به صدا در می‌آید. تحریم‌های فلج کننده ای رو که حتی با اجماع جهانی علیه ایران دنبال کردند و نتوانستند باعث ایجاد شکاف در بین مردم ایران و تردید در مورد سیاست‌ها بشن. بله، تحریم‌ها تأثیر اقتصادی داشت، ولی آمریکا هیچگاه نتونست به اهداف خودش برسه. خیال می‌کنن الان که دنیا در واقع داره سیاست‌های اونها رو تقبیح می‌کنه و حرکت‌های اونها رو تقبیح می‌کنه، می‌تونن همون تحریم‌ها رو یا تحریم‌های کمتر یا بیشتری رو علیه ایران به کار ببرن. همونطور که حضرت امام فرمودن همه فریادها باید بر سر آمریکا باشه، یعنی اینکه آمریکایی‌ها هستند که در این زمینه بدعهدی کردن، آمریکایی‌ها هستند که در این زمینه مقررات حقوق بین‌المللی رو نقض کردن. وزیر صنعت هم با تاکید بر درون‌زا بودن اقتصاد ایران گفت خروج آمریکا از برجام کمترین تأثیر را در عزم تولید کنندگان ایرانی خواهد داشت. امروز در بخش قابل ملاحظه ای از تولید ما به هیچ وجه نیازمندی به فضای بیرونی نداریم. توانایی های داخلی کشور کفایت میکنه برای حل بسیاری از مشکلات. و اما آخرین اخبار از تعطیلات زمستانی. ما فقط داریم منوتش میکنیم به یک تعطیلی 15 روزه آموزش و پرورش که کارمندان دولت میتونن مرخصی‌هاشون استفاده کنن، دانش آموزان تعطیلی داشته باشن که یه اوج سفر دیگه انشالله شکل بگیره. ما به طور سنتی در فاصله بین دو ترم حدود 10 روز تا 2 هفته بسته به شرایط تقویمی دانشجوامون فرصت دارن به عنوان تعطیلات بین ترم استفاده کنن که نوعاً تو اسفند ما اتفاق میفته، بهمن ما اتفاق میفته، لذا ما تعطیلات خاصی را در نظر نداریم. وزیر ارتباطات هم گفت مصوبه شورای عالی فضای مجازی ما را مکلف به حمایت از پیام رسانهای داخلی کرده. حاکمیت مثل خیلی از حوزه‌ها که حمایت میکنه و سرمایه گذاری میکنه، بندهایی رو به عنوان بندهای حمایتی و نقشهای حمایتی دولت از این پیام رسانها مصوب کرده و ابلاغ کرده. این قانونه. رئیس دفتر رئیس جمهور هم اعلام کرد رئیس جمهور احتمالاً خرداد ماه برای شرکت در اجلاس شانگهای به چین سفر خواهد کرد. مدیریت منابع آبی به ویژه در استانهایی که با مسئله کم آبی روبرو هستند یکی دیگر از محورهای مورد بحث جلسه امروز هیئت دولت بود. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.